داستان در گیر افتاب گردون. ای کمرم درد گرفته، زود باش کتی. مگه چقدر کشیده تازه اومدی؟ حالا یه ساعت ما این شکلی هستیم. چه میکنی؟ من تازه شروع کردم. سلام سلام، ببینم چه خبره. سلام بابا، وای سلام بابا، بهش بگو بذاره بریم، خسته شدیم. لولو کاتی، فکر کنم واقعا رولی و نانا خسته شدن. نباید خسته بشن، جای هنوز کلیش مونده. ای وای دیگه، به نظرت اگه این کتابم توی دست رولی بذارم منظره بهتری نمیشه؟ خب اونم باشه، شاید بد نباشه. کتاب جدید پامیلو؟ بله بابا، بخونش نخونه. خب پس به همه استراحت میدی؟ باید از تیم پامیلو تشکر کنی که نجاتت کرد. خب و اما قصه ما، گروه پامیلو یه قهرمان مدتی که دارن پرواز میکنه، اما هنوز ماموریت جدیدی نگرفته. حوصله دستیارای پامیلو حسابی سر رفته. این تیم قهرمانه، پامیلو یه پرتوانه. آخه حوصله‌مون سر رفته، چرا هیچ ماموریت جدیدی نداری؟ چه حوصله‌تون سر رفته؟ خب پس محکم بشینید، ببرمتون به یه جای قشنگ در یه اونگا پردو. آخ جون ما، یوهو. حوصله‌مون برگشت، ولی پامیلو اینجا که دریای آفتاب گردان نیست، شبیه دریاچه است، پر آبه. وای یکی بود که مونده بود بری زیر آب. دستیار کوچولو با کیو با بیسین بای پایین. تیم پامیلو به سمت قلعه در حرکت بودن، اما آقای عجیب نگهبان سر کجا بود؟ چرا دریچه باز مونده بود؟ اختراف نمی کنم، شدم وقتی می سازم از هر حقی آزادم، چه خوش بودم شده انجام میدم این کارو. من با یه شعر و آفاز. آهای دریچه رو ببن. کسی من رو پیدا کرد؟ دریچه رو ببن. ببینم شما کی هستین، چی گفتین؟ سوال نکن، در رفت کسی رو تو دریچه رو ببند. ای وای، دریچه رو یادم رفت ببندن. کمله قهرمان به دریچه رو کچلو، دریچه بسته
چرا چرا پوز گذاشته بود؟ خودم افتاد که از اون معذرت میخوام، من حواسم نبود، یادم رفته بود به بندم. وای چی کار کردم؟ خانم آفتاب گردون رو سرسی داره قهر خو میشه. ای وای قهر خو میشه. کاش میشد روی آب فرود میومدیم. هوا پیمون که نمیتونه روی آب فرود بیاد. کتاب خونیم، من درستش میکنم، من بلدم. خدا رو شد که به خیر گذشت، اما نصیب بود به خاطر اشتباه آقای عجیب اتفاق بعدی بیفته. خانوم آفتاب گردون متاسفم. نگهبان سر باید مراقب باشه، فرکه به اندازه باز بمونه که آفتاب گردون آب بخورن، بعدم به موقع ببندتی. حواظم نبود، میدونی؟ آخه من عاشق اختراع کردنم، وقتی اختراع میکنم دیگه حواظم به هیچی نیست. نباید شغلی که دوست نداشتی و قبول میکردی، چون توش نمیتونی خوب باشی. اما اگه شغلی که دوست داری رو انتخاب کنی، اون وقت توش موفق میشی. درسته، من از نگهبانی صد اصلا خوشم نمیاد، برای همینم حواسم درست جمع کارم نیست. حالا چی کار کنم؟ همه از همه توی دنیا میان اینجا که دره آفتاب گردون رو ببینن، اما همه یه گله رفته زیر آب. من میتونم کمک کنم. واقعا؟ چطوری؟ با این یه دستگاه پمپ آبه، اختراع خودم. شغل خوب برش صرف دارم، میتونی چیزایی بسازی که برای مراقبت از آفتاب گردونا به درد بخوره؟ بله، دستگاه دور کردن حشره های موزی، دستگاه شغل زدن زمین، دستگاه چیدن دونه های آفتاب گردون، دستگاه بوش بخیش بعدا بگو. بکنم از این شغل جدیده خیلی خوشحالی. بهترین شغله. شما از الان میتونی کارتو شروع کنی. خب ما دیگه باید بریم. خب اینم قصه این گفته. بهترین شروع اونیه که دوستش داشته باشیم و خوب بلدش باشیم. بله، من عاشق نقاشی کشیدنم، بزرگتر بشم هم نقاش میشم. اونقدر که تو این کار دوست داری و تلاش میکنی، حتما نقاش خوبی میشی. بله، اون موقع حتما یه تابلوی قشنگ از رولی و نولا میکشم.
اصلا بذار ببینم نقاشی تا کجا پیش رفته. چی؟ فقط منظره یه بزرگیم تمام شده، نگران نباشیم، شما را هم میکشم. ای بابا ببخشید من چی کار دارم؟ آی آی چه صوفانی سب بیا من را خراب میشید عجاب باید سوالی بگیرینش. حالا کی سنگا رو بذاره روش؟ معلومه بابا. بودو این تو سرتون رو خوش کنین، سرما نخورین. حیف آخرشون ندیدیم. آخه ببخشین، به خاطر کمک به من نشد ببینی؟ بگم ابی نداره مامانی، کمک به شما از کارتون تلویزیونی مهمتره. بله درسته. نه ممنون کوچولوهای من. خب منم میرم جایزه براتون شیره گرم و عسل میارم. خوب خوب توجه قهرمان کوچولو، توجه کنن. ببینین بین کتابایی که سفارش داده بودم چیه؟ اونا کتاب جدید پامیلو. بابا میخونیش؟ بدون منو شیره عسل؟ هواپیمای پامیلو توی آسمان آبی پرواز میکرد. دستیارای پامیلو که حوصله‌شون سر رفته بود داشتن یه بازی میکردن. باب یه قضا بگو که با او شروع بشه. آفرین اولویه. خب حالا اسم یه حیوان با او بگو. درسته اردک، اما قبول نیست. پامیلو بهت کمک کرد و صدای اردک در آورد، وگرنه نمیتونستی بگی. شلوغ نکنیم، صدای اردک هست، اسم هواپیما بود. سلام پامیلو به گوشه. چی؟ گوشه اردک ها؟ شما به کمک بازی احتیاج داریم؟ حتی بیشه قشنگتون رو ول میکنین میرین؟ همیشه یه راهی داره. نمیدونم. آره چی؟ به نظر این سلسله معمولی نیست. نه؟ اون صدای شبیه گیریه قبل سلسله چی بود؟ حتما یه رفتی به سلسله
میذاره. باید بفهمیم چه خبره. شما فعلا یه جا پناه بگیریم تا ما بفهمیم موضوع چیه. آخه لرزیدن زمین اون صدا که رفتی به هم داره، یعنی فامیلو موفق میشه این مشکل رو حل کنه؟ قهرمانامون از تو آسمون همه جا رو نگاه میکنن که سرنخی پیدا کنه. چرا هیچ خبری نیست؟ چه باعث زلزله میشه و اردکا برای همین میخوان از بیششون برن؟ آه من خیلی متاسفم، ولی اگه زودتر براش پیرشکی نبرم بازم زلزله درست میکنه. ولی شما نباید همه کارای اون انجام بدین. اون باید یاد بگیره تو کارا کمک کنه. آخه چطوری؟ اون حتی از جبهشم بیرون نمیاد. منم خسته شدم. من یه فکری دارم. پامیلو کجاست؟ یعنی چه نقشه ای کشیده؟ الانی که باز اون بچه بیدار شد و جیغ بکش و پا بکوبه. یه پیشکی داغ بابای یه بسته دیگه مامان از اینجا نیست تو گیردی مامانم کجاست من گویش نمه من مامانم رو میخوام مامان گفتم مامانت اینجا نیست اگه دل پیراشکی میخواد باید خودت پرش داری ببینم بازم پیراشکی میخواد میخواد یا آفرین. خب ببینم دوست داری از این به بعد مامانت بیشتر توی کارا کمک کنی؟ کار کردن خیلی کیف داشت، دوست دارم توی کارای مامان کمک کنم. من واقعا از شما ممنونم، خواهش میکنم. خب حالا باید بریم کمک اردکا که لونه هاشینو دوباره درست کنم. به
کمک پا میگیره بچه تنبل دیگه بهانه نمیگیره، پا نمیکوبه و برای همینم دیگه زلزله نمیگیره. اردک نجات پیدا کرده. پامیلو یه پرتوانه، پیدا شدن مثل باز.